هفته گذشته مادر کلانم را از دست دادم، کسی که من بی بی جان صدایش میکردم. ما همیشه بسیار به هم نزدیک بودیم. یک روز من هم بدون فکر کردن به او سپری نمی شود. من نمی توانم خود را آرام کنم و این را بپذیرم. وانمود می کنم که به زندگی عادی خود ادامه می دهم، اما در درون رنج می برم. این مثل یک کابوس است که انتظار داری هر لحظه بیدار شوی، اما هرگز بیدار نمی شوی. من هر روز کوشش میکنم تا کارهایی را که با هم انجام میدادیم به یاد بیاورم. طرز خندیدنش، فکایی ها و قصه هایش را. کوشش میکنم صدایش را وقتی در عروسی پسر عمه ام چاربیتی میخواند بشنوم. آرزو میکنم که ای کاش حرفهایش را دوباره به من میگفت. تمام آن خاطرات خوش. بی بی جان از تمام مادر کلانهای افغان متفاوت بود. آنها همه قیدگیر و خسته به نظر می رسند. اما او همیشه پر از شوخی بود. در روزهای عید برای پسران عمم و من تحفه می داد. گاهی پول، گاهی زیورات. او برای همه غذاهای افغانی مثل منتو و قابلی پخته می کرد. با مادرم میوه درست می کرد. خانه ما را بسیار زیبا می ساخت. حالا که او نیست، من یکی از لاکت‌های طلاش را با خود نگاه کردم. لاکت بسیار قدیمی و کهنه است و شاید به پول زیاد نیرزد. اما من یگانه شخصی هستم که ارزش واقعی لاکت را می‌داند. من غرق اشکم که این را می‌نویسم. از دوران کودکی هر روز وقتی از خانه خارج می‌شدم، او می‌گفت: الله نگهدار طفلک چشم کلانم. باورم نمی شود. دیگر نمی توانم با آغوش بگیرمش. بی بی جانم، دلم برایتان بسیار تنگ است.